صد درود، به نام خدای رنگین کمان اهورا هستم. امروز جمعه 6 اکتبر 2023 در خدمتتون هستیم با بازرسانی وضعیت بازارهای مالی. در ابتدا دعا میکنیم و آرزو میکنیم که هرچه زودتر آرمیتای عزیز حالش بهتر بشه و محصای دیگری تکرار نشه و به امید آزادی هرچه سریعتر ایرانیان و فعالین عزیزی که در بند هستن و کسانی که زندگی خودشون رو برای بهتر زندگی کردن ما به خطر انداختن و به ریسک انداختن. دیروز روز اول یه نگاه داشته باشیم به دیروز و بعد ببینیم که امروز که حالا تمرکز ها روی دادای ان اف پی است چه خبر است. دیروز دادایی که منتشر شد، بریم تقویم اقتصادی من این رو باز کنم و یه مرور کنیم. دادایی که دیروز منتشر شد، دیروز بیشتر از همه در حالا مثلا از اروپا و آسیا بخوام شروع کنیم، در اروپا و آسیا عرض کردم همونطور که دیروز هم خدمت که دادای زیادی نبود. کلا تقویم اقتصادی روز گذشته تقویم اقتصادی زیاد شلوغی نبود. امروز یه چیزی من باید عرض کنم. اول حالا یه کلیت هفته رو تا اینجا نگاه بکنیم. میدونیم که این هفته هفته عجب غریبی بوده. از یه طرف سود اوراق قرضه به بالای 4.8 رسید، خب الان برگشت به 4.72، ولی خب در طول هفته به بالای 4.8 رسید که بسیار اوراق قرضه 10 سال ایالات متحده که نگران کننده بود. از اون طرف ین ژاپن به محدوده 150 رسید. ولوش سه‌شنبه، روز سه‌شنبه بود که یه شایعه‌های مبنی بر مداخله ارزی دولت ژاپن بود که اونم دولت تایید نکرد. روز چهارشنبه و امروز که جمعه است شروع شده، در واقع چند ساعت قبل در ژاپن یه سری تغییر تحولاتی در بازار، در واقع یک سری اقدامات کنترل، در واقع کنترل شده که از قبل برنامه‌ریزی نشده در بازار اوراق قرضه در ژاپن اعلام شد، به خاطر اینکه سود اوراق قرضه در ژاپن هم بسیار رشد شدیدی داشت در این هفته. محدودیه که بانک مرکزی تعیین کرده بود بین منفی مثبت 0.5% یا 0.5% بود تا ولوش 0.8% هم رسید و این یه مقدار اعضای دولت رو، در واقع سیاست‌گذاری پولی رو در ژاپن نگران کرد. چین این هفته کامل تعطیل بود. هنگ کنگ، بازار سهام هنگ کنگ دیروز یه مقدار و امروز هم یه مقدار یه خورده رشد خوبی داشتن. امروز به خصوص یه سیگنالی دارن میدن که حالا هفته آینده که بازار چین باز میشه، احتمالاً با یک روند رویکرد مثبت باز بشه. این هفته همینطور ما میدونیم که در طی این هفته تا الان نفت بلوش 100 دلار هم نزدیک 100 تا نزدیک 100 دلار هم رفت بالا و شاخص دلار به بالای 107 رسید. اینها نشون دهنده یه سری تغییر تحولاتی در بازار هستش. حالا مثلا ما دیروز دادهای اروپا میگم شلوغ نبود، ولی در امریکا ما درخواسته ولی برای دریافت بیمه بیکاری داشتیم، یه سری دادهایی که از مربوط به بازار اشتغال بازار کار بود. ما وقتی به بازار کار نگاه میکنیم میبینیم که درخواستای اولی برای دریافت بیمه بیکاری 207,000 تا بود، در صورتی که بازار پیش بینی میکرد 210,000 تا باشه. حتی اگه 210 هم میشد بازم عدد خیلی خوبی بود. 207,000 درخواست برای دریافت بیمه بیکاری، یعنی فشار بازار کار، این فشار خیلی خوب در فشار صعودی و رشد خوب در بازار کار. از اون طرف ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه مقدار یه چیزای دیگه نگران کننده هستش. مثلا میزان اخراجی ها افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، کمتر ولی نسبت به سه ماهه گذشته، اگه دوره سه ماهه در واقع دوم رو با اول مقایسه کنیم، نسبت به سه ماهه اول ما میبینیم که روش 90% میزان اخراجی بیشتر شده. میزان در واقع کارهایی که ایجاد شده، شما اگر ان اف پی نگاه کنید، در واقع استخدامی که شکل گرفته، عددهایی که در سه ماهه اول ما داشتیم عددهای بزرگتری بودن. درسته در سه ماهه دوم اکثرا هم بهتر از پیش بینی بوده، ولی عددها کوچکتر بودن، یعنی افرادی که استخدام شدن هی کمتر و کمتر و کمتر شدن، یا فرصت های شغلی که پر نشده دوباره داره افزایش پیدا میکنه. اینها نشون دهنده اینه که با توجه به همون مسئله که از کردم، سود اوراق قرضه بالا و نرخ بهره بالاتر و ارزش بالای دلار، یه مقدار کارفرماها در ایالات متحده ترس از استخدام بیشتر دارن و یه مقدار نگران این هستن که آیا باید بیشتر استخدام بکنن یا نه، و اگر بیشتر استخدام بکنن چه اتفاقی میفته. اینها نگرانی هایی هستش که در بازار کار دیده میشه و ما احتمالاً شاهد تاثیر در واقع به مرور این داده ها و تاثیر به مرور این اتفاقات در ماه ها و هفته های آینده باشیم. دیروز مهمترین مسئله که بعد از کنیم اینا بود. حالا ما تراز تجاری وارد صادرات ایالات متحده هم داشتیم که تقریبا برابر با پیش بینی ها بود، زیاد تغییری در بازار ایجاد نکرد. اما امروز و تا کنون یه داده خیلی مهم داشتیم از ژاپن، میزان مصارف ماسک، مصارف خانگی. میزان مصارف خانگی یعنی که هاوسهولد اسپندینگ، یعنی که در واقع خانه‌دارها، کسی که در خونه زندگی می‌کنه، خانواده چقدر پول خرج می‌کنه برای
امرار و معاشش. این عدد به صورت سالانه 3.9% رشد داشت. ما اینو باید در نظر بگیریم که در ماه جولای این کاهش 2.7% داشت. یا مثلا در ماهانه اگه بخوایم بگیم در ماه آگوست نسبت به ماه قبل 2.5% کاهش داشت، ولی در ماه جولای این کاهش 5.5% بود، حالا 5.5% بود. نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب ژاپنیا کم کم شاید احساس کردن که میتونن در واقع پول بیشتری خرج کنن و شاید داده اقتصادی که ما یک دو تا داده اقتصادی مقدار مثبتی داشتیم در یک دو هفته گذشته شاید تاثیر گذاشته باشه روی این. البته اینم باید بگم که این داده‌ها با بدون در نظر گرفتن تورم، یعنی ما اگه ما نرخ تورم که 3.3% هم که در واقع بخوام محاسبه کنیم میبینیم که این عدد عدد زیاد بزرگی نیست، ولی خب بالاخره میتونه تاثیر گذار باشه. امروز در ادامه، حالا در اروپا ما سفارش کارخونه آلمان رو داریم، دادای مسکن رو داریم، قیمت تورم مسکن، دادای قیمت مسکن رو داریم از بریتانیا، اما در ایالات متحده امروز تمام تمرکز حالا کانادا هم، دادای اشتغال کانادا هم داریم که حالا نرخ بیکاری است، میزان کاری که ایجاد شده، اما فوکوس بازار، تمرکز بازار روی NFP خواهد بود. دادای اشتغال بخش غیر کشاورزی که از ایالات متحده اعلام میشه، این میشه تمرکز اصلی در واقع بازارها در امروز. این داده ها به ما نشون خواهد داد که ما چقدر باید رو ادامه سیاست انقباضی یا غیر انقباضی بانک مرکزی حساب کنیم، که آیا بانک مرکزی سیاست انقباضی بیشتر خواهد داشت یا نه. این داده دادی که در ادامه خیلی در واقع برای ما خیلی مهم خواهد بود. پیش بینی میشه نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه از 38% به 37%. پیش بینی میشه بیش از 160 تا 170 هزار تا شغل ایجاد بشه. 160 تا 170 هزار تا شغل عدد میتونه بهش میشه بهش رسید با توجه به درخواستای کم برای دریافت بیکاری در هفته گذشته، اما مسئله اینه که 167,000 عدد زیادی نیستش و این نشون دهنده این هستش که همون مسئله که از کردم خدمتتون که با توجه به هزینه‌های بالا ما میزان استخدامیمون رو کمتر شده. با توجه به این شرایط ما میتونیم بگیم که خب در ادامه روز میتونه با بازارهای سهام مقدار رشد بهتری داشته باشن، دلار میتونه مقدار تضعیف بشه، طلا میتونه مقدار قوی بشه، نفت با توجه به شرایط بازار یه مقدار انتظار داریم که قیمتش دوباره رو به افزایش باشه، صحبتی که روزهای گذشته هم کردیم. این کلیت وضعیت بازار و اتفاقاتی که امروز هست. بازم اگه سوال داشتید زیر همین ویدیو بنویسید، فراموش هم نکنید که وبینار رو ساعت 11 ثبت نام کنید تا حالا هفته تا روز دوشنبه که دوباره فرصتی بشه بتونیم در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.